یکی از مهمترین بخش ها توی طراحی وبسایت یا طراحی اپلیکیشن بخش است فرما رو ما توی زندگی واقعیمون هم باشون خیلی سر کار داریم مثل فیش واریزی بانک که خودش یه نوع فرمه یا خیلی از فرمایی که توی این ادارات پر میکنیم توی طراحی وبسایت هم ما خیلی با فرما سر کار داریم و فرما یه بخش جدا نشدنی از سایت و اپلیکیشن هستن توی این قسمت ما میخوایم که با بخش فرم ساز آشنا بشیم بهتون گفته بودم که Elementor داره تبدیل میشه به یه وبسایت بیلدر پس جای تعجبی نداره که یه فرم ساز خیلی خفنم توی خود Elementor جا داده باشن پس وقتی که شما با Elementor سایت طراحی میکنین دیگه نیازی نداری هیچ افزونه فرم سازی مثل Gravity فرم روی وبسایتتون نصب کنین تو این قسمت ما میخوایم که با بخش فرم ساز ابزونه Elementor کامل آشنا بشیم و در نهایت یه فرم تماس با ما خیلی ساده طراحی بکنیم برای ساختن فرم توی المنتور، شما کافیه که از بخش ویژت های تایپ بکنین فرم ویژت فرم رو میگیرین و میکشین مندازینش اینجا خب الان چیزی که ما داریم المنتور برای ما اتوماتیک یه فرم تماس با ما میسازه حالا بیایم با بخش های مختلف این فرم ساز Elementor آشنا بشیم قسمت اولش که میتونی اسم فرم رو انتخاب بکنیم توی قسمت بعدی هم که میتونی فیلد های فرم رو جابجا بکنین یا اینکه یه فیلد اضافی بسازین با گزینه اد آیتم یا افزودن آیتم روی هر کدوم از فیلد ها که کلیک بکنین تنظیمات خاصی رو بهمون نشون میده الان مثلا برای فیلد نیم که اینجا نوشته شده ما میتونیم اینجا نوع این فیلد رو عوض بکنیم که الان توی حالت پیشفرزش روی تکسته ولی اگر همین نیم ما تایپش رو یعنی نوع فرم رو تغییر بدیم به ایمیل اینجا دیگه اس نمیگیره به جاش ما اینجا باید ایمیل وارد بکنیم اجازه بدید من اینجا روی این آیکون چشم کلیک بکنم تا پیشنمایش تغییرات رو هم مستقیما بتونیم اینجا ببینیم از این بخش این پوت سایز ما میتونیم عرض این فیلدا رو بیشتر بکنیم از اینجا میتونیم ما لیبل این فیلدا رو روشن خاموش بکنیم و وقتی که لیبلشون روشنه میتونیم گزینه required mark یا علامت ضروری بودن پر کردن اون فیلد وارد بکنید توی خیلی از وبسایت ها حتما دیدین که تا یه فیلدی مثلا به اسم شما رو موبایل پر نکنین به شما اجازه نمیده که برین توی مرحله بعد یا بهتون اجازه نمیده که اون فرم رو ارسال بکنین اینجا ما میتونیم توی المنتور تنظیم بکنیم که آقا مثلا این فیلد ایمیل الزامی باشه یعنی ریکوایر باشه فقط کافیه که این گزینه رو اینجا روشن بکنیم از اینجا توی بخش لیبل هم ما میتونیم اسم اینا رو عوض بکنیم مثلا به جایی که انگلیسی باشه من بنویسم ایمیل یا اینکه پلیس هولدرش رو تغییر بدیم پلیس هولدر این متنیه که به صورت پیش فرض قرار میگیره مثلا من به جایی که این ایمیل باشه میتونم بنویسم ایمیل خود را وارد کنید تا اونایی که نمیدونن اینجا چی بنویسن بدونن که اینجا باید ایمیلشون رو بنویسن از این قسمت هم شما میتونید ارز ستونا رو تغییر بدین ارز ستون منظورم ارز فیلد فرمه اینجا مثلا من میتونم نیم رو کلیک بکنم و ارزش رو بذارم روی 50 فیلد دوم که ایمیل هست رو هم میتونم باز ارزش رو بذارم روی 50 وقتی که این دو تا فیلد یکیش نیم و یکیش ایمیل هر کدومشون رو ارزشون رو به روی 50 این دوتا کنار همدیگه قرار میگیرن اما اگر این دوتا صد باشن مثلا نیم 100 باشه اینکه 50 میره زیر اون یکی. پس الان ما میتونیم این دو تا فیلد و کنار رو کنار هم بذاریم. توی قسمت بعدی ما میتونیم فیلد بیشتری هم اضافه بکنیم. مثلا من یه آیتم جدید اضافه میکنم و میتونم اینجا فیلد اضافه بکنم. این بخش فیلدی که اضافه میکنم دو تا زبونه دار. یکی کانتنت و یکی advanced. حالا توی بخش کانتنت ما میتونیم نوع فیل... توی بخش کانتنت ما میتونیم نوع فیلدی که میخوایم اضافه بکنیم و انتخاب بکنیم الان من از بخش تایپ میتونم اینجا نوع تایپ فرم رو مشخص بکنم حالا بیاین تک تک با نوع هایی که میتونیم توی المنتور انتخاب بکنیم آشنا بشیم این نوع فیلد فرم ها شما میتونید توی زبون HTML یادشون بگیریم صفحه سازا بهتون گفته بودم که دقیقا میان همون زبون برنامه نویسی و برای ما تبدیل میکنن به یه سری گزینه هایی که فتون فقط بتونیم با عدد و رقم و ما تغییرشون بدیم اینجا هم Elementor اومده بخش فرم ها توی HTML رو تبدیل کرده به یه سری گزینه هایی که ما فقط بتونیم با چند تا کلیک و موس و چند تا عدد اونا رو راحت تنظیم بکنیم الان اینجا ما توی فیلد جدیدمون اول میتونیم اسمش رو انتخاب بکنیم مثلا بگیم پیام کاربر و بعدش میتونیم یه متن ساده هم بنویسیم مثلا تست الان از اینجا میتونیم چی نوع این فیلد رو مشخص بکنیم الان مثلا نوعش روی حالت تکست که باشه یه متن ساده ما میتونیم اینجا بنویسیم اما وقتی که روی ایمیل باشه اینجا اختصاصی تنظیم میشه برای ایمیل و اینجا کاربر فقط باید ایمیل بنویسه. نوع سومش تکس اریاست یعنی یک محیطی که کاربر بتونه حرف دلشو بزنه. یه سری متن طولانی تری بنویسه. که اینجا ما میتونیم اینو ستونهاشو یعنی سطرهاشو بیشتر بکنیم. میتونیم اینو تا بی نهایت سطر اضافه بکنیم. من اینو میذارم روی پنجتا. برمیگردیم میریم روی نوع بعدیش که URL از اینجا وقتی که روی URL تنظیم بشه کاربر ما یعنی باستید کننده ای ما میتونه آدرس سایت فقط وارد بکنه نمیتونه یه متن طولانی وارد بکنه نوع بعدی فرم اینجا تله تل مخفف تلفنه که اینجا کاربر میتونه شماره تلفنشو بنویسه نوع بعدیش رادیوه اینجا از بخش رادیو ما میتونیم به کاربرمون چند تا آپشن بدیم که بتونه از بین اینها یه دونش رو انتخاب بکنه پس چی شد ما رادیو رو زمانی انتخاب میکنیم که کاربرمون فقط بتونه یه دونه از بین این گزینه ها رو انتخاب بکنه الان مثلا من این نوع تایپ رو گذاشتم روی رادیو اینجا باید سه تا آپشن توی هر خط وارد بکنم که من از قبل اینجا چند تا گزینه تستی انتخاب میکنم پیست میکنم اینجا که الان همون جور که میبینیم اینجا کاربرمون میتونه فقط یه دونه انتخاب بکنه الان من همزمان نمیتونم هم گزینه سوم و هم گزینه دوم وارد بکنم فقط میتونم یه دونه وارد بکنم و همین سه گزینه رو ما میتونیم به صورت اینلاین یعنی در اون خطی هم ایمپورت بکنیم کافیه فقط اینجا گزینه اینلاین لیست رو روشن بکنیم اینو که روشن بکنیم این سه تا گزینه یا 10 تا گزینه هم وارد بکنیم همشون توی یه خط قرار میگیرن نوع بعدی فرما سلکت که از اینجا کاربر باز میتونه یه دونه رو انتخاب بکنه اما به صورت لیستی نمایش داده میشه که من خودم همیشه این انتخاب میکنم ولی توی بعضی از موارد ممکنه حالت رادیو باتون انتخاب بکنیم این هم حالت سلکتو باز میتونه کاربر یه دونش رو انتخاب بکنه نوع بعدی تایپ فرم تایپ چک باکس که کاربر اینجا میتونه چند تا رو انتخاب بکنه الان من از اینجا کاربر من میتونه بیاد گزینه سوم و گزینه دوم رو انتخاب بکنه نوع بعدیش اکسپتنس اکسپتنس برای چه مواردیه زمانی که مثلا میگه آقا من قبول دارم که این وبسایت کوکی های منو دریافت میکنه یا قوانین و مقررات این وبسایت رو قبول دارم الان برای نمونه من اینو این متن اینجا کپی میکنم میارم می میکنم اینجا الان توی حالت عادی چی کاربر میتونه وقتی فرم انتخاب کرد این گزینه رو انتخاب بکنه و سند بزنه یا میتونیم یک کار بکنیم این حالت Checked وایل دیفولت رو که فعال بکنیم این گزینه توی حالت عادیش تیک خورده باقی میمونه که دیگه کاربر نخواد اینو تیک بزنه فقط فرمش انتخاب فقط فرمش رو پر بکنه و سند بزنه الان من یه بار این فرم رو به روز رسانی میزنم وقتی که به روز رسانی میزنم این صفحه پریوی هم اتوماتیک آپدیت میشه و بعدش میبینی که این گزینه قوانین و مقررات اتوماتیک تیک خورده میرسیم به بخش بعدی فرما که میشه نامبر که اینجا کاربر ما میتونه یک عدد انتخاب بکنه که الان اینجا شما این عدده رو میتونید تنظیم بکنید که حداقل و حد اکثر داشته باشه مثلا میگم عددی باشه بین صفر تا 20 و بعدش به رسانی بزنم که صفحه پریوی اتوماتیک ریلود میشه الان من میتونم اینجا یه عددی بین صفر تا 20 انتخاب بکنم الان من مثلا میزنم 200 و وقتی که سنت میزنم این خطا رو به هم نشون میده مرورگر قبل از اینکه فرم ارسال بشه این خطایی که به همون نشون میده مرورگر که میگه آقا یه عددی بین 0 تا 20 وارد بکن بهش میگن فرم ولیدیشن که بعدا توی دوره HTML اینو بهتون یاد میدم میریم سراغ تایپ بعدی فرممون که میشه دیت که از اینجا ما میتونیم تاریخ انتخاب بکنیم یه حالت native HTML هم داره که فرم توی حالت HTML5 میتونه کاربرمون انتخاب بکنه زمانشو حداقل و حد اکثر تاریخ هم داره که کاربر میتونه یک بازه زمانی حداقلی و حد اکثری داشته باشه که مثلا اون زمانی که میخواد انتخاب بکنه بین اون بازه تاریخی باشه نوع فرم بعدی تایمه خب که توی تایم هم باز ما میتونیم اینجا به کاربرمون این قابلیت رو بدیم که یک زمانی رو انتخاب بکنه حالت نیتیو HTML5 هم داره که حالت انتخاب زمان میره روی حالت HTML5 که قشنگ تره. نوع بعدی تایپ ما فایل آپلوده که وقتی این فایل آپلود انتخاب بکنیم کاربر ما میتونه یک فایلی رو برای ما آپلود بکنه. حالا ما از اینجا توی فایل آپلود میتونیم تنظیم بکنیم که آقا حد اکثر حجم فایل چقدر باشه مثلا بگیم آقا 5 مگابایت باشه زمانی مثلا از کاربر میخوایم یه عکس آپلود بکنه خب عکس معمولا کمتر از 5 مگابایت ما میگیم آقا حد اکثر 5 مگابایت باشه و اینکه فایل تایپ ها هم میتونیم تنظیم بکنیم مثلا چه نوع فرمت فایلی کاربر میتونه انتخاب بکنه خب من از اونجایی که میخوام که کاربرم عکس وارد بکنه عکس آپلود بکنه فقط میتونم بنویسم آقا جی پی جی درسته فقط فرمت فایل جی پی جی رو میتونه کاربر اینجا آپلود بکنه وقتی که گزینه مولتیپل فایل هم انتخاب بکنم کاربر من میتونه چند تا عکس آپلود بکنه گزینه بعدی که میریم سراغش تایپ بعدی پسورده که کاربر شما میتونه اینجا پسورد انتخاب بکنه خب این خب طبعا این پسورد هم برای زمانی که شما میخواین فرم لاگین بسازین نوع بعدی هم که HTML که اینجا شما میتونید یک کد HTML بذارین حالا هرچی هر چی که میخواد باشه نوع تایپ فرم بعدی هم که هیدنه و مخفیه اینجا فقط میتونیم لیبلش شما مشخص بکنیم ما توی Elementor میتونیم فرم چند مرحله‌ای بسازیم حتما توی سایت‌های پیشرفته دیدین که به جای که بیان یه فرم بلند به کاربر بدن میان یه فرم چند مرحله ای میدن مثلا اولش میگن آقا اسم تو وارد کن بعد نکس میزنه میگه ایمیل تو بده بعد نکس میزنه میگه شماره تو بده پس الان اینجا ما توی هم با گزینه ای روی گزینه استپ که بزنیم میتونیم بین این فیلدا مرحله بذاریم مثلا بگیم آقا اول اسمو بگیره بعدش ایمیل بگیره بعدش متن بگیره. الان مثلا من اینجا میتونم بنویسم قدم اول این استپ رو من میتونم کپی بکنم بعد بنویسم قدم دوم و بعدش اینا رو بذارم لای این فیلدا مثلا بگم بعد از نیم یه استپ بذاره یعنی یک قدم بذاره و بعد از ایمیل هم یکی دیگه الان به جای اینکه کاربر من همه رو با هم انتخاب بکنه باید یکی یکی اسما رو وارد بکنه الان بیایم ببینیم چه شکلی میشه من میام توی فرمم توی حالت پیشنمایش و اسممو میخواد که بنویسم مصطفی نکس میزنم بعدش سری میگه آقا ایمیل تو بده بعد ایمیل من می نویسم خب موسی ات ساین بعدش میگه خب میخوای نکس بزنی بری مرحله بعد یا میخوای بری پیویوس مرحله قبلی نگران نباشی این دکمه که انگلیسی یعنی شما میتونی خیلی راحت اه, توی خود فوربس از الیمنتور فارسی بکنی بعدش مثلا میتونی بزنیم نکس بعدش در نهایت میگه آقا پیامی چیزی داری میخوای فرمو بفرستی خب من میگم نه سنت میزنم سنت که بزنم درش میگه که خطای سرور این خطای سرور خب طبعا بخاطر اینه که فرممون روی لوکال هاست و هنوز فرممون رو تنظیم نکردیم ما برمیگردیم روی فرممون اینجا باز یه تایپ دیگه داریم از محتوا که اینا دیگه فیلد نیستن مثلا ریکپچا یا مثلا ریکپچای تری اینا دیگه فیلد نیستن اجازه بدید من این استپار رو بردارم اینجا مثلا شما میتونی ریکپچا رو اضافه بکنی که مربوط میشه به اسپم شناس گوگل که احتمالا توی خیلی از سایت ها دیدین دیگه مثلا میگه آقا این عکس رو انتخاب بکن یا تایید کن که ربات نیستی این ری کپچا و ری کپچا تری مال گوگل هن که ربات شناسایی میکنن ری کپچا توی حالت عادیش همون گزینه‌ای که شما انتخاب میکنی که آقا من ربات نیستم ولی ری های تری خودش اتوماتیک با تعجب کوکی های شما آی پی شما خودش تشخیص میده که شما ربات هستی یا ربات نیستی و دیگه دیگه هیچ جایی وبسایت نشون نمیده که آقا بازدید کننده شما ربات هست یا نیست اگر به شما رو به عنوان ربات تشخیص بده که دیگه اجازه نمیده فرم رو بفرستی تا اسپم نکنی روی وبسایتشون گزینه آخ جهانی پاته که اینا رو ای پی رو بعد از وبسایتشون بگیرین توی تنظیمات المنتور وارد بکنین حالا ما تا اینجا با بخش فرم فیلد المنتور آشنا شدیم اینا تا الان ما فقط فیلد انواع فیلدا رو تو المنتور گفتیم بخش بعدی بخش دکمه است مثلا اینجا از بخش دکمه ها شما میتونیم دکمه ها رو سایزشون رو تنظیم بکنیم که کوچیک باشن بزرگ باشن عرضشون چقدر باشه یا جایگاهشون کجا باشه اون قدم قبلی و بعدی شب که گفتم میتونیم فارسی کنین اینجاست قبلی و گزینه ارسالم هم که سند بود اینجا میتونیم تنظیم بکنیم متنشون رو هر چیزی که دوستان شما میتونیم بذارین ولی من دارم روی حالت دیفالت که نه ولی روی حالت 100 درصد باشن روی حالت میدیوم و جستیفای باشن که کامل اون بخش سیکشن رو بگیرن بخش بعدیش هم که اکشنز افتر سابمیته یعنی عملی که بعد از ثبت کردن و فرم اتفاق میفته توی همه وبسایت ها وقتی شما یه فرم یا پر میکنی وقتی که سنت میزنی اون کسی که فرم رو کرده انتخاب کرد که آقا این گزینه سند که اتفاق میفته چه اتفاقی میفته مثلا مثلا دیتای فرم سیف بشه یه جایی توی فایلی یا مثلا توی دیتابیس سیو بشه یا اینکه این فرمی که ثبت شده مثلا مثل فرم اشتراک ایمیل که شما اکثرا توی وبسایت ها میبینین وقتی شما در گزینه دریافت اشتراک یا ثبت ایمیل میزنین اونا تنظیم میکنن که این ایمیل یوزر من بره اتوماتیک توی یه سایتی به اسم مثلا میلچی یا میل چیمپ یا میل لایت اتوماتیک سیو بشه که بعدا وقتی شما بخوان به شما ایمیل تبلیغاتی بفرستن خیالشون راحت باشه و دیتا شما رو اونجا داشته باشن الان ما میتونیم توی المنتور اکشن After Save اینجا انتخاب بکنیم که آقا مثلا این گزینه این اطلاعات فرم منو شما بیا چکار بکن؟ کالک سابمیشن بزن یعنی کل اطلاعاتشو بیا سیف بکن و کجا نگه دار توی بخش سابمیشن میشن Elementor. که بخش سابمیشن میشن Elementor هم شما میتونید توی بخش پیشخوان از بخش Elementor روی گزینه سابمیشن کلیک بکنین اینجا توی بخش سابمیشن هر فرمی که توی وبسایت شما پر بشه اطلاعاتش میاد اینجا سیو میشه الان مثلا اون فرمی که من اونجا پر کردم میبینی که ایمیل و صفحه‌ای که من اون فرم رو پر کردم آی پی من همه اطلاعات منو میاره اینجا نشون میده و حتی همینجور که میبینین تا مرورگری که من استفاده کردم آی پی من همه اینا رو میاره اینجا نشون میده ما اینجا توی بخش فرممون میتونیم کالک سابمیشن بزنیم که اطلاعات توی خود وردپرسمون ذخیره بکنه ولی اگر نمیخواین اطلاعات تو خود وردپرس ذخیره بشه یعنی که بقولی دیتابیستون سنگین بشه این گزینه رو پاک بکنین و به جاش گزینه ایمیل فعال بکنین این ایمیل چه کار میکنه می ت... میاد اطلاعاتی که کاربر شما پر کرده رو همشو ایمیل میکنه به اون ایمیلی که شما میخواین مثلا من میخوام که همه اینا رو ایمیل کنه به ایمیل شخصی من و بعدش چه فیلدهایی رو مثلا به من نشون بده من این گزینه اول فیلد که شورت کدش اینجا هست و اینجا میتونم بذارم که کل فیلدهایی که کاربر اینجا پر کرده مثل اسم ایمیل اون متنی که میخواست برای من بفرسته همشو بیاره سیف کنه و ایمیل کنه به ایمیل شخصی من و حالا چه اطلاعاتی از کاربر رو سیف بکنه مثلا یه اطلاعاتی داریم به اسم متادیتا که حالا مثل تاریخ مثل آی همه اینا رو هم المنتور میتونه سیو بکنه واسهتون که اینجا شما میتونید تنظیم بکنی که آقا تاریخ زمان صفحه‌ای که کاربر فرم پر کرده یوزر Agent یعنی یوزر ایجنت منظورش مرورگره اون دیوایسی که کاربر اون فرم دیده و پر کرده IP کاربر و کردیتش که اینا همه اینجا هستن که شما میتونید استفاده بکنی و بعدش هم حالا اون فرم به عنوان فایل HTML ذخیره بشه یا فایل پلین یا ساده یعنی فایل متنی خالی باشه که همه اینا رو شما میتونید اینجا استفاده تنظیم بکنی باز میگیم توی بخش اکشنز افتر ساب شما میتونید تنظیم بکنید که آقا این اطلاعاتی که فرم من وقتی پر شد همه اینا بره توی دیسکورد ارسال بشه یا اینکه مثلا بره توی لایت ذخیره بشه همه اینا رو شما وقتی اینجا فعال بکنی اتوماتیک یک گزینه اینجا اضافه میشه اسم که API ای شما باید از سایت مرر لایت بگیریم و دیسکورد هم که اینجاست که باز اینجا API ای آی و اطلاعات دیسکورد شما باید اینجا وارد بکنی که اطلاعات فرمت بیاد اینجا ذخیره بشه. یه بخش استپ ستینگ هم داریم که باز شما میتونی اینجا تنظیم بکنی که آقا این استپ چه شکلی باشن؟ فقط تکست نمایش داده بشه یا مثلا نوار پیشرفت باشه یا فقط اینجوری گزینه یک باشه، دو باشه. اینا رو میتونی شما اینجا باز تنظیم بکنی. ولی همون حالت number and text به نظر من حالت ساده و خوشگلیه یه گزینه ادیشنال options داریم که میتونیم به فرمتون آیدی بدین تست و messages هم که فعال بکنی شما میتونید اون اطلاعاتی که بعد از ثبت فرم یا خطاهایی که فرم نشون میده رو چه توی حالت پیشورز انگلیسی شما میتونی از اینجا فارسی بکنی این فرم و سنت سکسسفولی رو شما میتونی بنویسی فرم با موفقیت ارسال شد این از این یا مثلا بنویسید خطایی رخ داد لطفا اطلاعات اطلاعاتی که وارد کردید را بررسی کنید یا مثلا بگی آقا این فیلد الزامی است این فیلد الزامی است است خب یا اینجا بگیم که خطایی رخ داد لطفاً اطلاعات فرم را دوباره بررسی کنید کل این گزینه‌ای که ما تا اینجا دیدیم مربوط می‌شدن به محتوای فیلد فرما اطلاعاتی که کاربر میخواست وارد کنه حالا بریم سراغ بخش استایل که یه رنگ آبی به این فرممون بدیم از بخش استایل ما میتونیم فاصله بین این ستونا رو یعنی فاصله بین این فیلدا رو تغییر بدیم همینطور فاصله عمودی و افقی میتونیم لیبل ها رو فاصله رو بیشتر بکنیم همینطور میتونیم فونت و رنگشون رو تغییر بدیم و همینطور میتونیم می بیایم توی بخش فیلدا فیلدا رو زخامتشون رو کم و زیاد بکنیم میتونیم border ردیوز به فیلدا بدیم که این گردی دور فیلدا رو منظورمه من توی حالت 5 میذارمش میتونیم بردر این فرما رو تغییر بدیم و بعدش میتونیم دکمه ها رو رنگ بندیشون رو تغییر بدیم پیام ها رو پیام هایی که مال مربوط به خطای فرما یا پیام موفقیت آمیز است رو میتونیم اینجا عوض بکنیم که بخش گام های فرما رو هستن اینجا میتونیم تغییر بدیم از بخش پیش رفتم که باز مثل همیشه المنتور هم های همیشگی رو داره مربوط به ریسپانسیو و سایه ها و و موشن ها و گزینه پدینگ و مارچین حالا که با بخش های مختلف و فرمساز ساز المنتور آشنا شدیم بیایم یه فرم تماس با ما ساده که توی طرح رابطه کاربریمون هست و توی وبسایت بلینور طراحی بکنیم برای هر ساختنی اولش نیازه که تخریب صورت بگیره پس ما این فرمی که اینجا ساختیم و یه راست کلیک میکنیم و کامل پاک میکنیم بعدش دوباره توی بخش ابزارکا می نویسیم فرم فرم میگیریم و میندازیمش اینجا حالا گزینه ها رو ما باید اینجا فارسی بکنیم اول خب اول ما یه نگاه به طرح رابط کاربری میندازیم اینجا ما فرم تماس با ما رو داریم و اینکه گفته در اصل وقت با ما در تماس باشید ما اینجا فقط میخوایم فرم طراحی بکنیم که سه تا فیل داره نام ایمیل و یه چیزی که اینجا باید بنویسه ما برمیگردیم اینجا ما لیبل ها رو خاموش میکنیم چون توی تر رابط کاربریمون هیچ لیبلی نیست فقط پلیس هولدر هست نام ایمیل و اینجا بنویسید خیلی خوب ما اینجا مینویسیم نام پلیس هولدر نام آیا الزامی پر کردن این فیلد؟ بله required و بعدش میان توی ایمیل می ایمیل الزامی و پیام هم که باید بنویسیم اینجا چیزی بنویسید اینجا بنویسید خیلی خوب البته من بخشی requiredش رو خاموش میکنم که بتونی فرممون راحت تست بکنیم اینجا رو هم اسم فرم میزنم فرم تماس با ما میریم سراغ بخش دکمه ها چه رنگیه؟ خب این دکمه رو یک کلیک میکنیم رنگش داریم البته بردر ریدیوزش هم هفته از اینجا میتونیم بردر ریدیوز رو ببینیم رنگش قبلا توی دیزاین سیستم وارد کردیم نیازی نیست اینجا انتخابش بکنیم فقط کافیه که ما این سایزش رو بزنیم روی همون میدیوم اینکه دکمه ما سمت راسته و بعدش این دکمه رو فارسیش میکنیم فرممون رو بعدی قبلی و ارسال پیام یه لازمه اینجا ببینم چی نوشته فقط گذاشته ارسال پس منم این میسم می ارسال این هم این. حالا اکشنز افتر ساب ما میتونیم فقط بنویسیم که کالک ساب بزنیم بخش استپ نداریم بخش ادیشن هم که میتونیم اینجا این فرم و این قسمتش رو فارسی بکنیم که فعلا نیازی نیست فقط میریم توی بخش استایل سراغ دکمه توی دکمه ها رنگش رو میذاریم چی باشه؟ رنگ ثانویه بگیرندش هم که دیگه نیاز نیست چون اینجا ما بخش استپ نداریم یه بروز رسانی بزنیم فرممونو ببینیم این میشه فرم ما و حالا ما فقط اینجا یه فرم تماس با ما داریم و اینکه باید در اصل وقت کاربرا به ما زنگ بزنه کافیه فقط اینجا ما بیایم از بخش ویجتا یه سربرک اضافه بکنیم اشتو فرم تماس با ما یا اینکه فقط بنویسیم تماس با ما و بعدش هم یه ویرایشگر متن که به به کاربر میگه که با اسرع در اسرع وقت با ما در تماس باشید این هم این. یه بروز رسانی بزنیم یه بار دیگه فرم رو ببینیم این میشه از این الان من یه بار دیگه اینو چک بکنم این میشه فرم تماس با ما ساده من و بعدش میتونم اسم و ایمیل رو وارد بکنم یه پیام الان اینجا می نویسم سلام دنیا و بعدش ارسال ارسال میزنم و میگه که چی the form was sent successfully فرم شما با موفقیت ارسال شد الان من میام توی بخش سابمیشن چون تنظیم کرده بودم که فرمم اطلاعاتش بیاد اینجا از بخش elementor submissions اینم از اطلاعات من این فرم توی این تاریخ پر شده توی این زمان پر شده و بعدش ویو که بزنم میتونم اطلاعات بیشتری رو پیدا البته چون که روی لوکال هاسته خب طبعا اطلاعات مرورگر و آی پی رو درست بهمون به نشون نمیده شاید مشکل از المنتور باشه این بود از بخش فرم ساز المنتور قطعا این المنتور بیشتر از اینا روی فرم سازش کار میکنه چون هنوز خیلی جا داره تا به یه مثل گرایتی فرمز برسه امیدوارم که از این بخش لذت برده باشین توی بخش بعدی این دوره المنتور با من همراه باشین